محیا و الناز عزیز همراه ما هستند. این دو نفر برای این نمایشگاه خیلی زحمت کشیدن و در کنار خانواده‌های دادخواه بودن برای برپایی این نمایشگاه، ولی خودشون عضو خانواده‌های دادخواه نیستن و من میخوام ازشون بپرسم که چرا فکر میکنن که لازمه در این جنبش دادخواهی ایفای نقش بکنن، چرا مهمه که به خانواده‌های دادخواه کمک بکنن، در کنار اونها باشن، و ممنون میشم اگر توضیح بدن. محیا جان بفرمایید. ممنونم. من همیشه فکر میکردم که دادخواهی لزوما نباید برای کسی باشه که خواهرش و برادرش و مادر یا پدرش رو از دست داده. دادخواهی برای کسیه که عزیزش رو از دست داده و ما خودمون رو جزء کسایی میدونیم که عزیز از دست دادیم. تمام بچه هایی که اینجا عکسشون رو میبینیم، اینا عزیزای ما هستن، اینا مثل خواهر و برادر ما هستن که نسبت خونی فقط با ما ندارن و تمام این لبخندا میتونست امروز حقیقی باشه. تمام چیزایی که اینجا میبینیم میتونست حی و حاضر باشه ولی نیست. و این خیلی مهمه که بدونیم ما تنها نیستیم. بسیار بسیار آدم هستن، بچه‌هایی که مثل ما فقط دادخواه خون عزیزانشون هستن، نه خانواده‌شون، نه بستگانشون، مثل ما فکر میکنن و این امید خیلی بزرگیه برای ما. شما چی الناز جان؟ من همیشه به این فکر میکنم که میتونست یکی از این لبخندا عکس یکی از اعضای خانواده خودم باشه و فرق نمیکنه الان چه کسی چه عکسی چاپ شده نسبتی با من داره یا نداره، عزیز منه. به قول محیا دقیقا درست داره میگه و حرف مادر سیاوش توی گوش من هستش همیشه که میگفتش تو رو خدا بیدار شی. منم فکر نمی کردم برای من اتفاق بیفته ولی افتاد. این یه اتفاقی که میتونه برای هممون بیفته، پس چه بهتر که همه دادخواه همه این بچه ها باشیم تا تموم بشه بالاخره یه روزی. و خیلی ها هستن که دادخواه ندارن، یعنی کسی نیستش که نسبت خونی داشته باشه باشون، مثل محمد که اینجا هستش، ولی من دادخواه محمد هستم و خواهم. خب میبینیم که خیلی از یادگاری های عزیزانی که چه اعدام شدن چه کشته شدن توسط جمهوری اسلامی اینجا بعضیاش برای اولین بار به نمایش در اومده. شما وقتی این یادگاری ها رو میبینید اینا برای شما چه معنی میده و چه چیزی رو برای شما متصور میشه؟ از در واقع حس و حال خودتون وقتی که این یادگاری ها رو میبینید بگید. این یادگاری هایی که یک روزی بخشی از زندگی روزانه افرادی بوده که الان دیگه بین ما نیستن. خب خیلی دردناکه قطعا و به این همش فکر میکنم که مثلا اون مثل محمد حسنزاده وقتی که اون جامانه رو میبست و میرفت بیرون، به خاطر من هم میرفت بیرون، به خاطر محیا هم میرفت بیرون، به خاطر همه ما رفت بیرون و ما الان فقط ازشون جامانه رو داریم. به خاطر همه ما جنگیده، تک تک بچه ها همینن. وقتی که آدم نگاه میکنه به اینکه فقط یه سری اشیا ازشون مونده، خب خیلی دردناکه. و در ادامه این صحبت های الناز بگم که و این دردی که روی قلب ما سنگینی میکنه به همون مقدار ما رو به جلو میبره و ما باید راهی رو که بچه های ما رفتن، عزیزان دل ما، پاره های تن ما رفتن رو بریم و به ثمر بنشونیم و این کار رو خواهیم کرد، دیر یا زود، اما این کار رو خواهیم کرد. قول میدیم، قول شرف میدیم به تک تک کسایی که امروز اینجا هستن و نیستن و این رو مطمئن باشن که تا روز آخر امثال ما هستن، با قدرت هم هستن، از هیچ حاشیه‌ای هیچ حراسی نداریم، میریم جلو، محکم وای میستیم. خیلی متشکرم از محیا و الناز، دو نفر از کسانی که در برپایی این نمایشگاه خیلی نقش داشتن و در کنار خانواده‌های دادخواه بودن.